بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، ماه محرم، سال 94، جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي و ارواح العالمين له الفداء و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض بکنم. اولا ماه محرم ماه بسیار با عظمتیه برای ما، در محضر اهل بیت، در محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما انتظار تحول در خودمون داریم. لذا موضوعات و مطالبی که در این گونه جلسات مطرح میشن باید موضوعات و مسائل بسیار کلیدی و مهم و تحول برانگیز باشن، نه در حد یک تذکر این مجالس رو آدم برقرار بکنه. بنده نگاه همین هست که محرم رو باید به اساسی ترین موضوعات پرداخت. هر محرمی انسان در خودش یک تحول اساسی ایجاد بکنه که دیگه تفاوتش کاملا برای خود و اطرافیانش مشهود باشه. قبل از محرم چه بود؟ بعد از محرم چه زندگی پیدا کرد؟ آیا انسان هر سال میتونه تحول پیدا بکنه؟ آدم طبق روایات هر هفته میتونه تحول پیدا کنه. حالا هر سال، سالی یک بار تحول پیدا کردن چیز زیاد سخت و عجیبی نیست. بعضیا تو عمرشون یک بار تحول پیدا میکنن، بعضیا دو بار تحول پیدا میکنن. لااقل سالی یک بار انسان در محضر سید الشهدا تحول پیدا بکنه. این انتظار رو از خودمون داشته باشیم. سفینت النجا، مصباح الهدا، ابا عبدالله الحسین با اون قدرت و ید بیضایی که دارن حتما باید در ما تحول ایجاد بکنن. از همون روز اول محرم قصد کنیم مقدار نوری که به ما در این ماه میتونه برسه خیلی بیشتر از نوری است که در ماه مبارک رمضان به ما میرسه. این ماه، ماه گریه بر ابا عبدالله الحسین که یه قطرش بهش رو بر انسان واجب میکنه، ولی در عبادت نفرمودن که شما یک لیتر اگر گریه کنید در عبادت وجبت له الجنه. اینا مال ابا عبدالله الحسینه. حتی گریه هم نکنه انسان تباکی بکنه. خب پس ما برای خودمون سطح توقع و انتظارمون رو بالا ببریم، برای جامعهمون هم همینطور ما انتظارمون رو بالا ببریم، بعد ببینیم حالا خدا چی میخواد. برای جامعهمون هم انتظار تحول داشته باشیم. بله واقعا یه عاشورا تاسوعا انقلاب ما رو به پیروزی رسوند. اون تظاهرات بی‌نظیر عاشورا تاسوعا که هیچ کس فکر نمیکرد این همه جمعیت بریزه تو خیابونها و به عشق ابا عبدالله الحسین مردم برگ بر شاه بگن، تونست اون تحول رو ایجاد کنه. ما هر بار باید انتظار داشته باشیم که با امام حسین بتونیم تحولات عظیم در جامعهمون ایجاد کنیم. خب از اینجور بحث های بسیار شیرین ولی بالاخره کلیاتی که همه ما بهش توجه داریم عموماً بگذاریم. با این مقدمه یه مقدمه دیگه ای رو میخوام عرض بکنم، اونم این که حداقل بنده طلبه حقیر سراپا تقصیر موضوعی رو انتخاب میکنم در ایام ماه محرم
سعی میکنم موضوعی باشه که بتونه این تحول رو برنامه ریزی کنه، یعنی یک اشکال بسیار اساسی رو برطرف کنیم، یک معرفت یا معنویت بسیار مهم رو به دست بیاریم و در آستانه یک انقلاب قرار بدیم خودمون رو و فرهنگ جامعهمون رو. من به محرم ها اینجوری نگاه میکنم، آقا چند بار مگه آدم میتونه انقلاب بکنه؟ شما امسال یه انقلاب، سال بعد بازم موضوع هست. واقعا این راه بی نهایتی که برای رشد بشر خدا قرار داده امکان یه همچیزی رو سهل میکنه. خواهش میکنم کسی به تکراری بودن محرم نگاه نکنه. محرم موقعیتی است که انسان‌ها میتونن در خودشون تحول ایجاد بکنن. در چه موضوعی؟ موضوع هست، شما خیالت راحت باشه، در قرآن کریم، در روایات، در این مسیر سعادت موضوعات فراوانی هست، بک دست نخورده، که ممکنه حتی به گوش ما رسیده باشه، اما به عنوان موضوع تحولی، موضوعی که بتونه در انسان تغییر اساسی ایجاد بکنه، بله موضوع هست. کسی نگه که من تغییرات اساسی که میخوام در خودم ایجاد کنم مگه چند تاست؟ یکی اعتقاد به خدا و قیامت و دینه، یکی مثلا آماده شدن برای مرگ، یکی هم درست کردن اعمال، درست میشه دیگه، دیگه بقیهش همش تذکره. نه، ما در این مسیر به موضوعاتی میرسیم، به کمبودهایی رسیده ایم و دست و پا میزنیم تو اون کمبودها، که باید یک تکان اساسی به خود و فرهنگ جامعهمون بدیم برای اینکه از اون مرحله عبور کنیم. خب این دوتا مقدمه رو من مقدمه قرار دادم برای بیان اهمیت موضوعی که میخواییم در این جلسات بهش انشاءالله بپردازیم. اون موضوع رو هم در مباحث مقدماتیش که عرض میکنم خدمت سروران خودم درس پس میدم، هم در اصل بحث واقعا بیاید روش فکر کنیم ببینیم آیا این یکی از موضوعات مورد نیاز ماست یا به عنوان یکی از موضوعات محوری باید بهش توجه کرد. حالا وارد مقدمه بحث بشیم. انشاءالله خداوند متعال در این ماه محرم به هر طریقی که خودشون صلاح میدونن مقدمات تحول و رشد تک تک ما و جامعه ما رو و جامعه اسلامی رو به مدد ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایجاد بفرمایند. یکی از انتظاراتی که ما از دین معمولا نداریم و مهمترین شاخص دینداریست قوت قلب و قدرت روحی است. معمولا از دینداری انتظار داریم لطیف بشیم، بی آزار بشیم، آرامش پیدا کنیم. معمولا از دین انتظار داریم که نورانی بشیم، بصیرت پیدا کنیم، با صفا بشیم. معمولا از دین انتظار داریم خوب بشیم. حالا خوب شدن به چیه؟ ظلم نکنیم به کسی، مهربان باشیم. اینا همه انتظاراتی است که از دین معمولا میره. خوبم هست، هر کدوم از اونا رو هم بخواد در موردش تأمل بکنه واقعا ارزشمندن. ولی یکی از شاخصه های موفقیت در دینداری، یکی از جاهایی که دین انسان رو به سرعت به اونجا میرسونه و با اون میشه سنجید که واقعا آدم دینداری پیدا کرده در حد مطلوب یا نه، قدرت روحیه. قدرت، قوی شدی؟ این تو فرهنگ ما کمه، خیلی کمه، در حد یه بحران باید بهش نگاه کرد. آقا نماز خوندی قوی شدی؟ روزه رفتی قدرتمند شدی؟ قدرتمند شدی؟ قوی شدی؟ ضعفت برطرف شد؟ الان شما آدم دینداری هستی؟ دیگه ضعیف نیستی؟ یکی از شاخصه های دینداری قوی شدنه.
باید قوی بشی. حالا قوی شدن دیگه ما اجمالا که میدونیم چیه، تفصیلا هم انشاءالله روزهای بعد با یکی از مهمترین عوامل قدرت روحی انشاءالله بهش خواهیم رسید. اساسا دین ما، خدای دین ما، ما رو در دنیای قرار داده، با برنامه دینی زندگی ما رو تنظیم کرده که بیشتر از این که بیرون ما رو درست بکنه میخواد داخل ما رو درست بکنه. تکنولوژی، سبک زندگی و فرهنگ ما و حتی قوانین و نظامات حقوقی و اجتماعی ما بیشتر به این سمت میرن که بیرون ما رو درست کنن، نه درون ما رو. کنترل تلویزیون میرن دست شما که شما راحت بتونی بدون اینکه بلند شی بری اونور. مثلا عرض میکنم، در مثل مناقشه نیست شما بگی آقا کنترل تلویزیون فقط فایدهش نیست، فایده های دیگه هم داره. در مثل مناقشه نیست، راحت بتونی از راه دور بدون اینکه تغییر مکان دادی خسته بشی کانال ها رو عوض بکنی. روش بهتر چی بود؟ این بود که 100 مرتبه هم بری دم تلویزیون رو بیای خسته نشی. اون که بهتره، تو قوی باش، تو پات قدرت داشته باشه، تو ضعف نداشته باشی. ما همش دنبال این هستیم که دنیای خودمون رو، اطراف خودمون رو درست بکنیم. خودتو درست کن. خانم من منو اذیت میکنه، شوهر من منو اذیت میکنه، تو اذیت نشو. حسن اینه، تو اذیت نشی. حسن این نیست که هی اطرافیان همه درست بشن تا من در بهشت زندگی کنم. بهشت مال کسانیه که درونشون بهشته. تو تأثیر نپذیر. دیگه میبینید دیگه من با سرعت دارم این مقدمه رو میبرم جلو. اینقدری که خیلی ها به حجاب اهمیت میدن، اونقدر هم موضوع حجاب مهم نیست. کفر آدم رو در نیاری دادم، هرچی دلش میخواد بگه. همه باید محجبه باشن تا من دلم نلرزد. دل نیست اون. جهتگیری تربیت دینی نیست. البته خب بله، اینا شخص آدم های با شخصیتی هستن، حجاب خوبه داشته باشن، لطمم نخورن جوونا. بله خب این که خوبه. کاریکاتور از دین نکشیم، یه چیزی رو یه دفعه زیادی عمده کنیم. جهت تربیت دینی به این نیست که شرایط رو درست کنه. این معناش این نیست که ما شرایط رو خراب کنیم. این معناش این نیست که ما اهمیت ندیم به خراب بودن شرایط، یا بخوایم توجیه کنیم رفتار مدیران جامعه رو که شرایط رو اصلاح نمی کنن آنچنانی که باید و شاید. نه، اینا قابل جمع با هم دیگه، اون هم باید وظیفه‌شو انجام بده، ولی اصل در قوت منه. قوی شدی، نماز خوندی قوی شدی، روزه رفتی قوی شدی، مسیر زندگی مسیر اتاق تمرین کشتی یا ورزشی مثل بوکس، تو اینجا روزای اول که داری تمرین میکنی حریف قدر باهات نمیندازن، حریفی که یه کمی از پسش بر بیای. قوی که شدی حریف قدری میندازن گلت که حسابی بار بیای. روز اول اگه اون حریف قدر رو میدیدی میگفتی وای من اصلا آیا میتونم هیچ وقت با این کشتی بگیرم؟ ولی الان میگی نه، مثل این که دیگه آمادم، همه رو زدم، نوبت اینه. قوی تر میاد. بله خب معلومه قوی تر میاد. امتحان‌های آدم‌های بزرگ بیشتره، دردهای بیشتری خدا بهشون میده. بچه ننه بازی در نیاریم که آقا این چه حرفای میزنی میترسی ما رو. آقا هر چی شما آدم‌تر بشید مشکلاتت بیشتر میشه، هر که در این بعض مقرب‌تر از جام بلا بیشترش میدن. ولمون کن تو رو خدا، مرد باش، بجنگ، مبارزه کن.
آخ نشه، آخ نیاد جلو، آخ طوریم نشه، آخ فلان، اینا رو بذار کنار. تو انشالله یه روزی میخوای بمیری، با مرگ باید دست و پنجه نرم کنی، که همه سخت‌تره که تو قوی 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 که بشی مرگو باید بهش مرحبا بزنی. نه انشالله تو نمیمیری، انشالله اذیت نمیشه، انشالله کسی تو با تو نامردی نمیکنه، انشالله با بلمون کنترل خدا. توی فضای خیالی میخوایم خودمون رو رشد بدیم، راست بگیم به خودمون. مشکلاتت زیاد نیست؟ نه الحمدلله، پس خیلی ضعیفی. جوجه تر از اونی بودی که خدا مشکلات زیاد بد بده. نه الحمدلله، چه خوششم هست. زندگی کدوم یکی از اولیاء خدا بدون رنج بوده؟ مهم اینه که تو قوی بشی. تا وزنه میخواد برداره از بالا بر استفاده میکنه، تا میخواد جایی بره از ماشین استفاده میکنه، تا هیچی، بعد از یه مدتی عضلات بدن او چی میشن؟ بعد از یه مدتی چه اتفاقی میفته برای بدن؟ اینا رو خودت بردار، برای اینکه قوی بشی، برای اینکه بار برداشتن برای بازوهای تو مشکلی نداشته باشه. مردم الان وزنه میزنن، جایزه میگیرن، همه هورا میکشن براشون، بارکلا. آقا این تکنولوژی نتونسته این کاری بکنه، این وزنه 200 کیلو که میزنن این کم بشه لااقل. چه خنده دار میشه این حرف. بابا تکنولوژی در این خدمت، در خدمت این باید بیاد که این بتونه اینو بزنه بره بالا. جهتگیری و سیاست اساسی دین برای بهبود زندگی انسان این است که انسان از درون قدرت پیدا بکند، قوت روحی پیدا بکند در درگیری با مشکلات. هرچی رفاه بالاتر میره ناتوانایی بیشتر میشه. آمار طلاق بالا شهر از پایین شهر دو برابره. و پایین شهری ها دوست دارن من بالا شهر زندگی کنن. چرا؟ رفاه آدم رو ضعیف میکنه. تجربه اینو نشون داده، ولی رفاه آدم رو ضعیف نمیکنه. آدم بلد باشه با رفاه چجوری برخورد کنه، ضعیف نمیشه. بلد باشه با مشکلات چگونه، با خوشی‌های زندگی چگونه برخورد بکنه، ضعیف نمیشه. دین باید آدمو قوی کنه، محکم کنه. آقا فقر و مشکلات آدم رو محکم میکنن. خب اونم روال طبیعی، زیاد ارزش نداره. من امیدوارم شما با دین قوی بشی، چه فقر باشه چه نباشه، با دین قوی شو. باور بفرمایید، آدم به امتحانات الهی از اول تا آخر که نگاه میکنه و به دستورات دینی که به ما داده شده که تو این امتحانات چگونه عمل بکنیم، آدم تقریبا به اینجا میرسه که هدف اکثر اینا، هدف قریب به اتفاق اینها، اینه که آدم قوی بشه. نه ترسیا، نه لرزیا، هیچ ضعفی به خودت راه ندی. دینداری یعنی قوت، دینداری یعنی قدرت. بنده میخوام اصلا زیرا به بعضی از حرفای خوب بسیار مشهور رو بزنم. ما بله یه جایی جلسه داریم، یه جمع رفقا شبها داریم در مورد لطافت روحی صحبت میکنیم و راز لطافت روح. ماه رمضان همینجا در مورد آرامش صحبت کردیم. بله ما این چیزا رو نگه نفهمیم، به گوشمون خورده، ما هم به دوستانمون نقل میکنیم دیگه. خب دیدیم هم روایاتشو. اما خود بنده دارم خدمت سروران خودم عرض میکنم، اینا کجا؟ قدرت روحی کجا؟ قدرتی که به انسان آرامش میده، قدرتی که به انسان لطافت روحی میده، قدرتی که به انسان صفای باطن عنایت میکنه، قدرتی که به انسان نور میده. آدم ضعیف باشه، قوی نباشه، بنده غیر خدا هم میشه.
هی بهش بگو که ان لا تعبدوا الا الله مثلا، گوش نمیده، ضعیف زبون بدبخت، پخ بهش بگن جا میخوره، میترسه منافعشو از دست بده، قدرت ریسک نداره. من دقت میکردم تو روایات، میگفتم خدایا آخه تجارت چرا باید اینقدر محترم باشه در دین؟ کاش تو دین ما میگفتن تولید خیلی محترم هست. دیدم تولید هم خیلی در دین محترمه، خیلی. یه درخت شما بکاری پادشاهی براش نوشتن و نگهداری بکنی، عجیب و غریبه. تولید گاهی محترمتر هم هست، ولی تجارت چرا؟ تجارت یه جورایی واسطه‌گریه دیگه، چرا اینقدر؟ این باید یک خصلت تربیتی برای انسان داشته باشه. حالا نمیخوام الان در باب تجارت مطلبی رو عرض بکنم، ولی یکی از ویژگی‌های برجسته تجارت ریسکی است که در تجارت وجود داره. نترس. بعد تو روایت صریحا ضرر هم کردی معامله کن، معامله با ضرر هم به سود انسانه، چون معامله باید زیاد صورت بگیره، خرید و فروش کن. بابا اینا حکمای اول عالم خلقتن، این حرفا رو میزنن. ولو گرون بخری ارزون بفروشی معامله کن. هیچ هدفی برای تمام حرکات انسان جز رشد روحی انسان نیست. خب کسی اینجوری زندگی کنه قوی میشه، قدرت ریسکش افزایش پیدا میکنه و تو فضای اقتصادی هی میخوان ریسکا رو بیارن پایین. با عواملی شاید یکی از وجوهی که در حرمت ربا بشه ذکر کرد همین آثار سوء تربیتی است که طرف به یه پولی رسید دیگه میخواد این پولش یک قرون کم نشه. نامرد، بزن تو تجارت، قرض الحسنه بده. آه قرض الحسنه تورم بد چی میشه؟ برو محکم، نترس. نبین قوت روحی تو میره بالا. آثار تربیتیش اینه که دل شیر میخواد. خیلی مستکبران و سلطه طلبهای عالم دنبال ضعیف کردن انسان هستن، خیلی خیلی زیاد. حالا دیگه ما اگه بخوایم بیشتر از مقدمه به این بحث بپردازیم، باید خیلی بیشتر وقت بگذاریم درباره قوت و قدرت روحی صحبت بکنیم با هم دیگه. ولی امیدوارم یه زمانی مهد کودک‌های ما، دبیرستان‌ها و مدارس ابتدایی و دبیرستانی ما، نمیدونم دانشگاه‌های ما، کارهای هنری که تو جامعه میگه، اینا همه در جهت دادن قوت روحی باشه. وقت موسیقی حضرت امام یه جور، مرحوم قاضی یه جور، مرحوم شاه‌آبادی یه جور، من اینا رو شنیدم از هر سه بزرگوار، مثلا حاجی‌های دولابی یه جور در مورد موسیقی حرف مشترک میزنن، میگن موسیقی آدمو ضعیف میکنه. خیلی عجیبیه. یک کمی دقت کنی خودت میفهمی. قوی باید باشی. درباره غذا خوردن، معده تو باید قوی باشه. قدرت روحی از ابعاد و وجوه گوناگون مد نظر انسان باید باشه و به عنوان یه هدف روحی. این قدرت و قوت رو وقتی شد یه ارزش برای ما، وقت ما وارد بحث خودمون میشیم. این اول باید تبدیل بشه به یه ارزش. وقت ما اینجا حدیث برای شما بخونیم، بگیم چرا در مورد غضب میخوایم صحبت کنیم. بگیم چی؟ اقوى الناس من قوی علی غضبهی به حلمه. قوی ترین انسانها کسی است که غلبه کنه بر غضب خودش، با حلم قدرت داشته باشه غضب خودش رو کنترل کنه. فلسفه عصبانی شدن شما این نیستش که عصبانی بشید. فلسفه عصبانی شدن من و شما اینه که محکم باشی، جلوشو بگیری.
من یه دعا میخواید بکنم، خوب نیست آدم اینجوری دعا کنه، شما هم آمین نگید، ولی این دعا مستجاب هم هست، نیاز نیست دعا بکنید. ولی من یه دعایی میکنم، خوب نیست آدم اینجوری دعا کنه، خود به خود این دعا مستجاب هم هست، شما هم آمین نگید. چه درد سری آدم کار خوش رو سخت‌تر بکنه. مثلا باید دعا کنم بگم که خدای کسانی که ما را عصبانی کنن در اطراف ما قرار بده تا ما قوی بشیم. خدا من قرار میدم تو خیلی راحت باشی. در روایات هست، حالا میرسیم انشاءالله، میفرماد هیچ مدیری نیست که زیر دستش اذیتش نکنه. اصلا خدا طراحی میکنه برات، صد مرتبه زیر دستاتو عوض کنی بازم یکی دوتاشون توی یکی دوتا صحنه تو رو شکنجه میکنن. این جز برنامه است. من یه بار خیلی قدیم مسابقه ژیمناستیک نگاه میکردم، ببین یه کارایی میکنه، تو ذهنم اومد که این نظم نداره، یعنی حقا دلش میخواد بکنی یا حساب کتاب داره حتما. یه دفعه اون گوینده داشت میگفت این جزء برنامه های اجباریه، باید این حرکت رو انجام بده، اینم ابتکاریش بود، این اصلا جزء برنامه است. اینکه یک کسانی تو رو شکنجه بدن جزء برنامه است. تو روایت اومده که مؤمن یا همسرش اذیتش میکنه یا همسایش اذیتش میکنه، اگه این دوتا اذیتش نکنن یه رهگذر اذیتش میکنه، بالاخره یکی باید امروز کفر تو رو در بیاره. اصلا جزء برنامه است. شما چرا به عنوان یه حادثه برخورد میکنی؟ عجب، امروز اعصاب منو خورد کردن ها. خب برای اینکه زنده ای، برای اینکه نش نیستی، فدادش هم با اون تشییع جنازت کنه، این علامت حیات توه. حالا ما دعا نمیکنیم خدای کسانی که ما رو عصبانی میکنن در اطراف ما، اون خودش عوازش هست، نترس، به قدر کافی عوامل عصبانی شدن و غضب رو در اطراف ما قرار میده، برای اینکه قوی شیم. حالا انشالله میرسیم، انشالله انشالله. فعلا وارد غضب نشدیم، فعلا میخوایم از قوت روحی حرف بزنیم. امام باقر علیه السلام، این جمله قبلی که من به شما گفتم از امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. اقوى الناس من قوی علی غضبه به حلمه، قوی ترین انسان ها کسیه که بر غضب خودش، ببینید، بر غضبش با حلمش غلبه کنه. اینو انشالله 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 اگه خدا بخواد روزهای بعد توضیح خواهیم داد. بر غضب با حلمش غلبه پیدا نکنه یعنی چی؟ حالا بعدا انشالله بهش میرسیم. بعضیا بر غضبشون با حلمشون غلبه پیدا نمیکنن، خودخوری میکنن، تو درونشون یه بیماری درست میکنن. آقا تو بنا بود که نه فقط بروزش ندی، بنابود حلش کنی. این همه بیماری های عصبی مال چیه؟ خودخوری نباید بکنی. بابا چند تا فحش بده خلاصمون کن، تو رو خدا میزنی خودتو داغون میکنی. قوی علی غضبه به حلمه. خب حالا بریم جلوتر. امام باقر علیه السلام میفرماید که لا قوت کرد الغضب، هیچ قوتی مانند رد کردن غضب نیست. خدایا به ما این قوت روحی رو بده بتونیم با غضبمون برخورد کنیم. امروز صحبت ما در مورد چی بود؟ در مورد قوت روحی. بعد هیچ راهی برای رسیدن به قوت روحی مثل کنترل غضب نیست. آقا بیاید این مسئله رو حل کنیم تو خودمون. حلش بکنیم بره. تو جامعهمون، تو فرهنگمون. خوشفهمی ایرانیاست. حساسیتشونه. چیه؟ که کنترل نشده است این مقدار غضب. البته من از مسئولین محترم نیروی انتظامی خشونت ها رو آمارش رو گرفتم، ما تو جهان نسبت به بسیاری از کشورها
واقعا آمارمون در پایین سطح، پایین ترین سطح قرار داره. یعنی کشور ما طبق آمارهای بین المللی، حالا آمارش رو دقیق تر ازشون، یعنی الان همراه هم نیست، میگیرم به شما میدم، جزو کشورهای بسیار آرام قرار داره. ولی این نیست، این در زندگی ما نیست. اما اونور میبینید که مصرف قرص اعصاب آمارش تو آمارهای جهانی بسیار بالاست. عصبی الحمدلله خیلی از مقیدات ظاهری رو رعایت میکنیم، ولی مثلا ریشه‌کن نکردیم. و بعد موجب چه مسائلی میشه، موجب چه ضررهایی برای انسان میشه، کاری ندارم، ولی قوت روحی رو شما داشته باشید. تو روایات هست که خدا از بندش قدرت انتظار داره، میگه باید قوی باشی. برای آدم قوی خدا میدون باز میکنه، در مقابلش ملائکه فرش پهن میکنن. آدم قوی سر به سجده میگذاره، آی عالم کیف میکنه، لذت میبره. ولی آدم ضعیف سر به سجده بگذاره، ارحم عبدک الذلیل الضعیف المسکین، برو بابا تو هم مسخرش ها ضعیف ذلیل. خب بابا شما گفتین اینو بگه، داره میگه دیگه. نه این ارزش نداره. یا آدم قوی سر بذاره رو سجده بگه خدا یا من ضعیف تو هم، وای چه خبر میشه عالم، مزه میده این سجده، هم به خودش هم به ملائکه، هم خدا کیف میکنه. اینه ها، اینه، ببین اینجوری هیچ کی خم نمیشه جز من، لا اله الا الله تحقق پیدا میکنه. چقدر مزه میداد سجده های رسول الله الاعظم، چقدر مزه میداد سجده های امیر المؤمنین، نامقابل کسی خم نمیشدن. بعد لا اله الا الله، لا اله الا الله، این موجود فوق العاده قوی میومد در خونه خدا، ارحم ضعف بدنی، علی تو میگی اینو، یعنی شما باید علی رو بشناسی که ببینی این چجور ادب و عشق بازی با خداست. و الا من که برم بگم ارحم ضعف بدنی، بابا تو طاقت یه سوزن نداری تو این دنیا. ضعیف بگه من ضعیفم مزه نمیده، قوی بگه من ضعیفم در مقابل تو خدا مزه میده. علی ابن ابی طالب علیه السلام آخرش هم قدرت خودشو نشون داد تو دعا، آخرش برگشت فرمود چی؟ بعد از شاید 5 صفحه ناله زدن از عذاب الهی به صورت‌های مختلف، حالا صفحات کوچیک دعای کمیل رو بگیریم، بعدش صدا میزنه خدایا گیرم عذاب تو رو تحمل کنم، چگونه فراق تو رو تحمل کنم، اونجا دیگه نمیکشم. خیلی این حرف قدرت میخواد برای زدن، راست بگه، خالی بندی نکنه. من خالی بندی کاری ندارم، خدایا حالا ما عذاب تو کاری نداریم. تو عذاب نفهمیدی یعنی چیه؟ ولی حضرت خدایا من عذاب تو گیرم تحمل کنم، فراغ تو چگونه تحمل کنم. قدرت خودش رو یه چشمه نشون میده. واقعا علی ابن ابی طالب میتونه بر عذاب الهی غلبه پیدا کنه، عذاب که البته به گرد پای حضرت هم نخواهد رسید، ولی حالا داریم میگیم حضرت راست میگه. میفرماید عذاب تو چیزیه که آسمان ها و زمین طاقت نمیارن من بیارم. بعد آخرش یه چشمه میاد، من اینو بتونم تحمل کنم، دوری تو رو نمیتونم تحمل کنم. تو به کس دیگه محبت کنی، به من محبت نکنی، نمیتونم تحمل کنم، اینو نمیکشم.
انشالله این قوت روحی رو پیدا کنیم. قوت روحی رو پیدا کنی، یه تشبیه کنم ببرمت کربلا، یه تشبیه. تشبیه من خیلی دست با شکسته است، ولی دیگه گیر نیاوردم چیزی جز این. ببین، یه کسانی سعی میکنن پول داشته باشن، بعد پول میگه من پول داشته باشم بعد زندگی بکنم، بعد برای زندگی برنامه فکر کنم همه مشکلات رو پول حل میکنه. میگه فقط من سرمایه رو داشته باشم. ولی میخوام بگم قوت روحی همین شبیه اینه، سرمایه. سرمایه بزرگیه. تو قوت روحی داشته باش، بعد برو زندگی معنوی کن، بعد برو باغهای معنویت رو بگرد، بعد برو سرک بکش بفهم چه خبره. مثلا قوت روحی داشته باش، بعد عشق به شهادت ببین چیه، چه مزه‌ای میده. عشق به جهاد چه مزه‌ای میده. قوت روحی داشته باش، لذت انفاق ببین چقدر بالاست. قوت روحی تو داشته باش، بعد ببین مهربونی کردن چه مزه‌ای داره. اصلا برو صفا کن، همه اینا رو بگرد پیدا کن. قوت روحی نداشته باشی، خدا شاهده هیچ کدوم از این مناظر رو نمیفهمی، درک نمیکنی، همش میترسی، همش میترسونه آدمو، همه دستورات دینی آدمو میترسونه، همش از دم. قوت روحی داشته باش، لذت تمام این باغها رو میبری، میوه های همه این نهاله های زیبا رو میچشی. قوت روحی داشته باش فقط. وای خدای من، یه مش شهادت طلبی که انقدر قدرت روحی دارن که تیکه تیکشونم بکنی هیچ فرقی نمیکنه با اینکه سر حال سالم در اوج رفاه و امنیت باشن، واقعا براشون فرق نمیکنه، اصلا و ابدا یه ذره ترس دلشون نمیاد. آقا اینا رو کجان؟ اینا رو پیدا کنید، بریم بشینیم بینشون ببینیم اینا چجوری روزه میخونن، گریه میکنن. شجاعان عالم، اصلا اونا میفهمن این حرفا یعنی چی. یه سری حرفا رو اصلا من که اصلا نمیفهمم. حالا شما آدمای خوبی هستید، خوب ناز، روز اول محرم خیمه امام حسین رو خالی نگذاشتی، گفتی برم. هنوز امام حسین کربلا نیومده، بیتاب امام حسین شدی. ولی برای شجاع یه روزه‌ای بخونی چی میشه؟ از شهادت حرف بزنی چی میشه؟ خبر شهید بهش بگی چی میشه؟ برای شجاع اون یه مزه‌ای میفهمه، هیچکی نمیفهمه. اون یه عکس العملی نشون میده، هیچکی به این سادگی نشون نمیده. کسی که نمیترسه از چیزی، قوی، اوج. از شهادت براش حرف بزنی چه اتفاقی میفته؟ مثال برات میزنم عزیزم. تو اول این قوت روحی رو داشته باش، بعد برو تو همه باغهای معنوی عالم بگرد، لذتشو ببر. مثل این اون حرفی که بعضیا میذارن، من ثروت رو داشته باشم بعد برم تمام تفریحگاه‌های عالم لذتشو ببرم. اینجا این حرف درسته، اون معلوم نیست درست باشه. لا اله الا الله. بابا عبدالله الحسین خبر دادن دو نفر از کوفه دارن میان، فرمود بیاریدشون ببینم کوفه چه خبره. اومدن جلو آقا، سرشون انداختن پایین، بلند نمی کنن. اینا خجالت میکشیدن، میخوان بگن آقا مردم نامردی کردن، روشون نمیشه، دلشون نمیاد. آقا فرمود بگین. گفتن میشه خصوصی بگیم؟ فرمود نه، همه خصوصی های منن، بگی عباس همه، اکبر همه، کوچولوشون شیر بیشه شجاعت قاسم همه، بگو. گفت آقا از کوفه بیرون نیومدیم مگر اینکه دیدیم بدن مسلم ابن عقیل رو از بالای دارالعماره بی سر به زمین انداخت. خبر شهادت اشجع الناس دادن. عکس العمل ببین چه جوریه. خب آقا اول گریه کردن، اون گریه رو ما نمیفهمیم یعنی چی.
یه شجاع گریه میکنه مزهش چیز دیگه است. اون یه ظاهرش گریه است که شما میبینی. بعدش هم میدونید صدا زدن دختر مسلمه عقیل رو بیارید. اصلا شغل ابا عبدالله الحسین یتیم نوازی بود. حالا روزای بعد از یتیمایی که امام حسین رو کشتن حرف میزنیم انشالله با هم اگه خدا عمر بده. به یه شجاع خبر شهادت بدی ببین چجوری برخورد میکنه. همه منتظرن آقا خب چیکار میکنی؟ این راه رو میری یا نه؟ تموم شد دیگه، کوفه تموم شد، به کدوم طرف داری میری؟ آقا میخواستن جواب بدن، فرمودن لا خیر فی العیش بعدها اولا. دیگه زندگی مزه نداره بعد مسلم. چقدر قشنگ. مسلم بره ما بمونیم، یه لحظه ترسی، یه لحظه اصلا و ابدا. داره درس میده ها، آموزش میده. اینا مراحل آموزشی. الان کجاست ابا عبدالله الحسین؟ این روزه مال یه منزلی است که حدود مثلا دو هفته قبله. تا حالا انشالله برسه امام حسین به کربلا، داره این اطرافیان خودش رو آموزش میده. شهید دیدید نمونید، خبر شهادت پروازتون بده ها، نترسید جا بخورید در برید، برعکس بیاد جلو. بعد امام حسین شب عاشورا امتحان گرفت ببینه این واحد درسی رو اینا گذروندن یا نه. فرمود خبر شهادت خودشو داد، فردا منو قطعا میکشن. دیگه تا اونجا همه کسانی مونده بودن که این واحد رو پاس کرده بودن، قطعا منو میکشن، همه عاشق شهادت شدن. حسین ما قبل از تو، ما طاقت دیدن شهادت تو رو نداریم. پر کشیدن. در روایات هست مهدی ما ظهور بخواد بفرماید، هر مردی پای رکابش قدرت 40 مرد داره. تو مجلس امام حسین بگیرین قوت قلبو، بگیرین قوت قلبو. به خدا انرژی تو عالم رو زیر و رو میکنه. مادرها بگیرن این قوت قلبو. بابا اینا رو جدی بگیرید. امیرالمومنین خودش امیرالمومنینه، اما وقتی پسری مثل ابوالفضل میخواد میگه من یه مادر شجاع میخوام برای عباس. مادر نقش داره، مادر باید قوی دل باشه. اون قدرت رو به بچهش منتقل بکنه. لا اله الا الله. این دسته های عزاداری باید مظهر قدرت باشن. دیدید این دسته های عزاداری رو از قدیم یه جوری درست میکنن، شکوه داره، عظمت داره. حضرت امام میفرمود دسته های شکوهمند. و الا کاری نداشت دسته های عزاداری رو یه جوری ظاهرش رو قرار بدن، همه سوگوار افتاده رو زمین، درب داغون. بله ما عزاداریم، ما کتک خورده های تاریخیم. من نمیدونم چه خاصیتی داره این دسته های عزاداری. همه میخوان یه جستی برای خودشون بگیرن، یه قیافه‌ای بگیرن، دوست دارن قیافه ابوالفضل العباس بگیرن برای خودشون. از بس این بچه های حسین عباس رو میدیدن این جگرشون حال میومد، از بس امام حسین ابوالفضل رو میدید صفا میکرد، از بس اینجوری بود. همه میخوان ابوالفضلی برای حسین عزاداری کنن. فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا. خیری تو زندگی بعد از این شهدا نیست. ما هم میریم، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. اما از مسلم ابن عقیل بشنوید اینجا. بله مسلم یادش با افتخار یاد شد، اما تو کوفه بدنش رو روی زمین میکشیدن. نامردا یکی نیومد بدن رو از رو زمین برداره بگه بابا این نماینده ابا عبدالله الحسینه.
بدنش رو اینجور رو زمین نکشید. باور کنید شاید تشییع جنازه با شکوه از مسلم ابن عقیل به عمل می آوردن، نورش نجاتشون می داد. نورشا شهید رو باید تقدیر کرد. شجاعها باید بیان پای. همین چند روز پیش این سردار مظلوم، سردار همدانی، چه تشییع با شکوهی داشت تو همدان. چه تشییع، اینا عاقبت به خیری میاره. من تو تلویزیون می دیدم همدان رو، گفتم مردم همدان عاقبت به خیر شدن، دیگه خدا ولشون نمی کنه. دشمن این رو زمین انداخت، تو بردار رو دستات بگیر بالا، تو بردار. الهی همه عالم فدای بدن حسین که سه روز رو زمین بود. کسی نیومد این بدن رو برداره. الهی فدای بدن حسین. ها میخوام با قدرت گریه کنی ها، با قدرت، با قوت گریه کن. یعنی بگو من اگه بودم نمیذاشتم اینجوری. مثلا خبر شهادت مسلم رو آوردن، عباس چجوری گریه میکرد؟ یقین بدون به خودش میپیچید یا ابا عبدالله کاش من با مسلم ابن عقیل بودم. گریه عباس مزده داره. اصلا این محرم یه محرم دیگه ایه. این جلسه انشالله یه جلسه دیگه ایه. از روز اول عباسی وارد محرم شدیم. این قوت روحی رو خدا بهت بده. اونا بلد نبودن روزه بخونن برای امام حسین. نمیدونستن امام حسین خودش روزه ایه. باید روزه مسلم ابن عقیل رو بخونم. من میخوام روزه بخونم برای آقا. آقا یا ابا عبدالله فدای لبای تشنت. مسلم ابن عقیل لحظه آخر خواست آب بخوره، ظرف آب رو آوردن پر از خون شد. آقا یا ابا عبدالله مسلم تشنه لب شهید شد. الا لعنت الله.